رابطه بین سازنده های بازی های مختلف شاید الان خیلی محترمانه به نظر برسه، اما یه دوره بود که اونا مستقیم به همدیگه میریدن که انصافا دوره خیلی باحالی هم بود. نرموز میخوام به 10 تا از جالب‌ترین این موارد اشاره بکنم. شماره 10، آنچارتد 1. همونطور که میدونید آنچارتد 1 توی نسل 7 بازی های ویدیویی منتشر شد و خب همون بازی اولش هم با اینکه نسبت به بقیه ضعیف داره ولی حسابی ترکوند. یه چیز دیگه باید در مورد نسل 7 بازی های ویدیویی یادتون باشه، یکم به بازی های مثل Gears of War، Spec Ops The Line و یا Mass Effect 2 نگاه بندازید. به نظرتون چه چیزیشون شبیه به هم دیگه است؟ یکم فضاشون، میدونید اتمسفرشون مثل هم نیست؟ خب این دقیقاً چیزیه که توی بازی Uncharted بهش اشاره شده، چرا که توی این بازی شما میتونید یک مود خیلی خیلی جالب را آزاد بکنید به اسم Next Gen Filter، یعنی فیلتر نسل جدید، که خب اگر اون رو فعال بکنید سر بازی Uncharted همچین اتفاق میافته. آره یادتون باشه توی نسل 7 بازی های ویدیویی همشون همچین فیلتری داشتن، انگار توی مکزیک درست شده بودن. شماره 9، دانکی کانگ کانتری 2. همونطور که میدونید دانکی کانگ کانتری یکی دیگه از فرانچایز های محبوب نینتندو به حساب میاد، که خب اگر شما یک نگاهی به کاراکترها و گیم پلی اون بندازید کاملا مشخصه که برای بچه هاست. مثل خیلی دیگه از بازی های نینتندو این عنوان هم فامیلی فرندلیه، یعنی اونقدر توش چیزهای عجیب و غریب وجود نداره. البته نسخه دوم اون چیزی توش هست که واقعا شما از نینتندو نمیتونید انتظارش رو داشته باشید. توی اون دوره نینتندو یک رقیب داشت، سگا. خب همونطور که میدونید کاراکتر محبوب سگا سانیکه، که انصافا داشت با کاراکترهای نینتندو خوب رقابت میکرد، تا اینکه بالاخره نینتندو عصبی میشه و این سفر رو درست میکنه. یه بخش داخل بازی دانکی کانگ کانتری 2 وجود داره به اسم ویدیو گیم هال آف فیم، که توی اون شما میتونید کاراکترهای خفن نینتندو رو ببینید مثل ماریو و یا لینک. اما در کنار سطل آشغال شما میتونید یک جفت کفش قرمز رو ببینید که خب کاملا مشخص داره به سانیک و کفش قرمزش اشاره میکنه و میگه سانیک آشغاله. شماره 8، بلک استرایک. خب بازی بلک استرایک رو به احتمال خیلی زیاد اولین باره که اسمش رو میشنوید. بلک استرایک یک عنوان اول شخص شوتره که فقط برای موبایل عرضه شده. خب کاملا مشخصه دیگه شما چه انتظاراتی میتونید از یک بازی که فقط برای موبایل عرضه شده داشته باشید. اما خب چیز باحالی که در مورد این بازی وجود داره اینه که اونا اومدن به یک عنوان دیگه تیک انداختن، عنوانی که چندین برابر ازشون بزرگتره. در سال 2020 بازی سایبرپانک عرضه شد که خب میدونید کلی باگ و گلیچ داشت. به همین دلیل توی بازی بلک استرایک اگر شما به این قسمت میومدید میتونستید این آیتم رو ببینید که کاملا باگ و گلیچ طور بود و بعد روی دیوار نوشته که باگ سیمولیتور 2077، که دقیقاً از فونت بازی سایبرپانک استفاده شده ولی به جای سایبرپانک روش نوشتن باگ سیمولیتور، یعنی شبیه ساز باگی. شماره 7، داینگ لایت 2. خب توی بقیه بازیایی که تا الان بهشون اشاره کردیم یه طرف اومد تیکه انداخت و طرف مقابل مثل مرد اون تیکه رو پذیرفت، ولی راجع به داینگ لایت 2 نمیتونیم همچین حرف رو بزنیم. توی یکی از ماموریتایی که داخل اون بازی میتونید انجام بدید اینطوریه که شما باید دو نفر را نجات بدید به اسم کریس و لیان. شما وقتی پیش لیان میرید اون باهاتون صحبت میکنه و ظاهرا توسط زامبیا زخمی شده، اون داره نفسای آخرش رو میکشه و وقتی مرد اون پلاکش رو برمیدارید که روش نوشته لیان کندی، دقیقا هم کاراکتر رزیدنت اویل. اما قبل از مرگش میگه کریس با مش به دیوار کوبید و از اون طرف رفت. وقتی شما دنبال کریس میرید اون تبدیل به زامبی شده که بعد از کشتنش و برداشتن پلاکش میبینید که اسمش کریس ردفیلده. دوتا از کاراکترهای محبوب رزیدنت اویل که دوتاشون داخل این بازی مردن و اونجایی هم که میگه با مش دیوارو خراب کرد و رفت اشاره به این صحنه معروف رزیدنت اویل 5 داره. اما موضوع اینجاست که کپکام به هیچ عنوان از اینکه دوتا از کاراکترهای محبوبش توسط یک بازی نچندان معروف کشته بشن راضی نبود. به خاطر همین وکیلای خودش رو میفرسته سراغ این بازی و بعد از یک پچ اونا اسم کاراکترها رو عوض میکنن. حالا دیگه شده بود لیان کینیدی و کریس بلوفیلد. شماره 6، دوکنیکم فوراور. یکی از معروف ترین شکستای تاریخ بازی‌های ویدیویی مربوط به عنوان دوکنیکم فوراور میشه. دوکنیکم تو یک دوره یکی از محبوب ترین بازی‌های اول شخص شوتر به حساب می اومد، اما وقتی که می‌خواستن اون رو به نسل جدید بیارن خب
اوضاع خیلی خوب پیش نرفت، چرا که ساخت این بازی تقریبا 15 سال طول کشید که واقعا طولانیه و وقتی هم که عرضه شد به هیچ عنوان نتونست نه نظر طرفدارا و نه نظر منتقدها رو جلب بکنه. و خب اینجا رو داشته باشید، یکی از همون ماموریت‌های اول بازی وقتی که دوک به این قسمت بیاد، یه نفر بهش میگه که دوک بیا پاور آرمور تنت بکن، که خب بعدش دوک میگه پاور آرمور برای بچه سوسولاست. خب اگر شما به این پاور آرمور نگاه بکنید کاملا مشخصه که اونا متعلق به کی هستن. مستر چیف از سری هیلو، شماره 5، سینت روی 4. همونطور که میدونید بازی سینت روی 4 به هیچ عنوان خودش رو جدی نگرفته بود و خب اونا به عناوین زیادی تیک انداختن. حالا اجازه بدید به بازی ماس افکت، ویچر و چه میدونم دراگون ایج اشاره بکنیم، چرا که توی اون بازی ها شما سیستم رومانس دارید که میتونید با کاراکترهای دیگه وارد رابطه بشید، اما باید یک مسیر خیلی طولانی و پیچیده ای رو طی بکنید تا بتونید این رابطه رو برقرار بکنید. اما خب توی بازی سینت روی 4 اومدن این موضوع رو مسخره کردن، چرا که توی این عنوان هم شما میتونید با کاراکترهای مختلفی که داخل بیستون هستن وارد رابطه بشید، اما دیگه اصلا نیاز نیست کلی وقت بگذرونید، فقط کافیه یه دکمه رو بزنید تا باهاشون بخوابید. خب موضوع میدونید چیه؟ که مثل مسافیک شما دقیقاً به هیچ چیز و هیچ کس رحم نمی کنید، حتی میتونید با ربات هم وارد رابطه بشید. Don't worry, I'm fully equipped to pleasure you. شماره 4، Splinter Cell Chaos Story. خب انصافاً توی سری Splinter Cell اونقدر شما ایسترک و یا رازهای خفن پیدا نمی کنید به جز قسمت اول اون، چرا که توی Chaos Story اونا آمده بودن به یک دیگه از بازی‌های خفن مخفی کاری یعنی Metal Gear Solid تیکه انداخته بودن. اگر شما سری Metal Gear Solid رو انجام داده باشید میدونید که توی نسخه دوم اون وقتی شما تفنگ رو روی سرباز میگرفت و اون دستاشو بالا میبرد خودشو تکون میداد و بعد ازش مهمات میریخت. خب توی بازی Chaos Story وقتی که شما این سربازه رو گرفتید و بعد با تفنگ اینجوری دارید تهدیدش میکنید و ازش میخواهید که بهتون مهمات بده، اون میگه فکر کردی میتونم خودمو تکون بدم و برات مهمات بریزم؟ که خب به نظر من یه تیکه خیلی باحالی بود که به متال گیر سالید انداخته بودن. شماره 3، کینگدم کام دلیورنس. خب بازی کینگدم کام دلیورنس با اینکه بهش نمیاد اما یک تیکه خیلی خنده‌دار و جالبی به یکی دیگه از عناوین فانتزی به شدت محبوب انداخته، یعنی ویچر 3. خب توی بازی کینگدم کام یه اسب وجود داره که اسمش روچه. همونطور که میدونید روچ اسم اسب گرالت داخل بازی ویچره، اما این همش نیست، چرا که شما وقتی سراغ صاحب این اسب میرید و میخواید اون رو بخرید اون میگه این اسب رو از یک بابای لهستانی خریده که جدیداً ازدواج کرده و مستقل شده و نمیخواد زنش این اسب رو تبدیل بکنه به یک تاکسی درمی. لهستانیا خیلی منحرفن. خب اگر شما بازی ویچر سر انجام داده باشید احتمالا میدونید که ینیفر یکی از معشوقه هایی که گرالت میتونه باش وارد رابطه بشه خیلی علاقه داشت از یک اسب تک شاخ استفاده بکنه توی روابطی که با هم دیگه دارن و گرالت از این قضیه اصلا راضی نبود و ظاهرا توی این بازی حتی میترسید که روش رو هم تبدیل به همچین اسب بدبختی بکنه. شماره 2، متال گیر سالید 3. اگر فکر میکنید که شما میتونید به یکی از بازی‌های هیدو کوجیما تیکه بندازید و اون بیخیالتون بشه، باید بهتون بگم که سخت در اشتباه هستید. چرا که زمانی که بازی متال گیر سالید 3 برای پلی‌استیشن 2 عرضه شده بود، توی اون یه بخشی وجود داشت به اسم مانکی مود که شما باید می‌رفتید سراغ چند تا مانکی که میدونید یکی دیگه از کاراکترهای بازی‌های پلی‌استیشن بود. وقتی که کلونل کمپبل میاد با اسنیک صحبت می‌کنه راجع به این ماموریت می‌خواد باهاش حرف بزنه، اسنیک چندان از این ماموریت راضی نیست و بهش میگه که نمیشه کسای دیگه این ماموریت مخفی کاری رو انجام بدن، چه می‌دونم سم و یا گیب. خب منظورش از سم فیشر کاراکتر اسپلینتر سل و گیب هم کاراکتر اصلی سایفن فیلتره، چرا که از نظر سالید اسنیک همچین کاراکترهای مناسب انجام دادن ماموریت‌های مسخره مثل این هستند. شماره 1، دوک نیکم های قدیمی. نمیدونم چرا اما سازنده های دوک نیکم کلن با عناوین دیگه مشکل داشتن و تا دلتون بخواد به بقیه بازی ها تیک انداختن. خب ما توی فوراور این مسئله رو اشاره کردیم که اونا رفتن سراغ مستر چیف، اما توی بازی های قدیمی ترشون اونا به کاراکترهای بیشتری گیر داده بودن. مثلا توی دیک نوکم سبودی شما وقتی که به این قسمت برسید میتونید دوم گای رو ببینید، کاراکتر محبوب سری دوم که به این ریختر اومده. یا مثلا توی بازی تایم تو کل
اگر شما به این قسمت بیاید میتونید این لباسا رو پیدا بکنید که دوک میگه عجب لباسای بوگندویی. خب این لباسا لباسای لارا کرافت از سری توم ریدره. اما توی دوک نیکم سبودی یه بخش دیگه هم وجود داره که شما میتونید این صحنه رو ببینید که میگه چرا انقدر جدی شدی سم؟ خب کاراکتر سیریوس سم دیگه، همون سم ماجراجوی خودمون. خب اینم از دیگه امروز ما. امیدوارم که ازش لذت کافی رو برده باشید. یادتون نره که ما رو لایک و سابسکرایب بکنید. آرزو می‌کنم زخمی داشته باشید. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.